کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. مخاطب گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش سطح اطلاعات مفید برای همگان با فشردن دکمه سابسکرایب و به اشتراک گذاشتن آثار این شبکه ما را در این راه یاری فرمایید. همه مردان شاه، نوشته استفان کینزر، خبرنگار سابق نیویورک تایمز. کتاب همه مردان شاه گزارشی است مبسوط از کودتای 28 مرداد مقارن با اوت 1953 که حوادث منجر به کودتا را به طور دقیق و ساعت به ساعت گزارش کرده است. فصل ششم، دشمنان نامرئی در همه جا. بخش دوم. در فوریه 1951 جورج مکی تمام سفرهای آمریکایی در خاورمیانه را برای ملاقاتی در استانبول احضار کرد. یکی از موارد اصلی دستور کار در این نشست بررسی چالش و استکاف موجود بین دو کشور انگلستان و آمریکا بر سر مسئله ایران بود. دیپلمات‌های حاضر در این ملاقات نتیجه گرفتند که یکی از بزرگترین موانع سیاسی نخوت و غرور شرکت نفت انگلیس ایران است که موجبات تحریک احساسات مردم را فراهم می‌آورد و منافع آنها در خاورمیانه را به خطر می‌اندازد. آنها در بیانیه‌ای سری اظهار داشتند سیاست‌های مرتجعانه و واپس‌گرایانه شرکت نه تنها موجب شرایط خطرناک و انفجاری بلکه مانع و راده‌ای جدی برای کنترل و مهار کمونیسم در ایران است. در دوران حکومت ترومن این اجماع عقیده راهنمای سیاست‌های آمریکا شد. بحران ایران ظرف چند هفته عمق بیشتری یافت. نخست وزیر رزمارا روز 7 مارس ترور شد و مجلس رأی تاریخی خود را مبنی بر پذیرش اصولی که بر اساس آن نفت در تمام ایران ملی اعلام می‌شد در روز 15 مارس صادر کرد. همان گونه که وزیر امور خارجه ارنست برین با خود اندیشیده بود، توانا به اقامه کدام برهان علیه کشوری هستم که حق خیش را برای ملی کردن منابعش به کار گرفته است. کاری که ما هم در کشور خود در حال انجام آن هستیم. ملی کردن منابعی همچون زغال سنگ، برق، راه آهن، حمل و نقل و فولاد. بعضی از نمایندگان نیز معتقد بودند از آنجا که مجلس انگلیس اخیراً بعضی از صنایع کلیدی خود را ملی کرده است، انگلستان در نهایت راهی برای تحمل این رأی خواهد یافت. هرچند در زمان اوج بحران ایران بوین از منصب خود برکنار شده بود، اما کسانی که همچنان در قدرت بودند برای این نکته که ملی کردن در انگلستان راهی خردمندانه و سیاستی معقول و در خارج از مرزها غیر قابل تحمل است اتفاق نظر داشتند. درست پس از رأی مجلس مبنی بر ملی کردن صنعت نفت، مکی به تهران پرواز کرد
و وقتی در 17 مارس به تهران رسید، سفیر شفرد را گرفت و مغموم یافت. وی آمریکا به ویژه آرامکو شرکت نفت عربی آمریکایی را به خاطر اعلان تقسیم برابر عواید حاصل از فعالیت شرکت بین دو کشور سرزنش می‌کرد. مکی در پاسخ گفت قبلا در مورد تقسیم مساوی عواید هشدار داده بود و گوشزد کرد شرکت نفت انگلیس به وضعیت تازه ایران که نیازمند رویکردی تازه و جدید بود پی نبرد و با انعطاف ناپذیری چنین دردسری را برای خود ایجاد کرد. مکی در غروب همان روز به ملاقات شاه رفت و در جلسه مشوش و پرتنش حضور یافت. وی بعدها چنین نوشت: من حدود 1.5 سال قبل از این ملاقات هنگام دیدار رسمی شاه از آمریکا او را دیده بودم. مرد مغروری که اصرار داشت خواسته هایش جدی‌تر طلب بشوند. اما وقتی وی را در سالن پذیرایی رسمی و تاریک جایی که مرا پذیرفت دیدم، مردی مأیوس و طرفکنده و حتی شکست خورده به نظر می رسید. احساس می کردم که از احتمال ترور شدن خود هراسان شده است. آیا گمان می کرد که با حمایت ما می تواند مانع از ملی کردن نفت شود؟ شاه گفت توانایی انجام این کار را ندارد و از ما خواست تا چنین تقاضایی از او نداشته باشیم. او حتی قادر به تشکیل یک دولت نبود. همه هراسان بودند. دشمنی نامرئی در همه جا حضور داشت. شاه گنگ و سرگشته و تمام امور ناامید کننده به نظر می آمد. من او را در آن اتاق تاریک تنها گذاشتم، اما همیشه صورت اندوهگین و مغموم او را به یاد خواهم داشت. شرح مرگ و هرج و مرج همچون ابری سیاه تهران را پوشانده بود. من نیز هنگام خداحافظی غمگین بودم. مکی در راه بازگشت در لندن توقف و با ویلیام فریزر رئیس شرکت و موریسون وزیر امور خارجه ملاقات کرد. این جلسه چنان طوفانی و پرآشوب شد که موریسون تصمیم گرفت برای ارائه ادعای حقوقی خود یک هیئت نمایندگی روانه واشنگتن سازد. طی این جلسات که 9 روز به طول انجامید، هیئت نمایندگی بریتانیا استدلال می‌کرد که دادن مجوز ملی کردن نفت به ایران از منظر بین‌المللی نه تنها یک پیروزی برای روسیه تلقی می‌شود، بلکه موجب وارد آمدن خسارتی حدود 100 هزار میلیون پوند در تراز پرداخت‌های دولت بریتانیا خواهد شد و از این رو بر هزینه زندگی و برنامه تجدید تسلیحات آنها تأثیر جدی خواهد گذاشت. فرانک مصر بود که ایران شکایتی اساسی علیه انگلستان و شرکت نفتی ندارد، اما انگلستان جدن نگران از دست دادن مهمترین نیاز استراتژیک خود است. او شرکت نفت نه تنها به عنوان عاملی مؤثر در تراز پرداخت‌ها، بلکه از نظر قدرتی که برای کنترل و جابجایی مواد خام به غرب ارزانی می‌کرد، سرمایه مهم تلقی می‌نمود. او معتقد بود نفت ایران نقش حیاتی برای دفاع مشترک آنان دارد و از دست دادن آن توانایی آنها را برای تجدید سلاح از بین می‌برد. مکی در سکوتی مایوسانه برای چندین روز فقط شنونده بود و آنگاه که نوبت به او رسید گفت بار دیگر باید به انگلستان هشدار داده شود که تنها 2 راه پیش رو دارد: تن دادن به مصالحه با ایران یا روگرویی با یک فاجعه. او تاکید کرد شرکت باید عواید را به مناصفه، یعنی سهمی برابر 50% برای هر یک از طرفین بپردازد تا از نظر مردم عادی منصفانه و قابل درک تلقی شود. مکی بعدها نوشت من با تأسف زیاد تگ آخرین ملاقاتمان در 18 آوریل مجبور شدم به فرانک تذکر دهم که طرح‌های پیشنهادی آنها برای سازش و توافق با ملی کردن صنعت نفت فاقد مواردی بود که ما برای موفقیت پیشبینی می‌کردیم. با اتمام مذاکرات در واشنگتن، ایران مسیر تازه و شجاعانه‌ای را در پیش گرفت. در طول ماه می 1951 محمد رضا شاه امتیازات شرکت نفت انگلیس ایران را لغو و قانون خطیر جایگزینی شرکت ملی نفت ایران را تصویب نمود. روز بعد انگلستان خواهان به تعویق افتادن این قانون شد. 6 ماه می محمد مصدق پس از معرفی هیئت دولت به مجلس و کسب صلاحیت آن نخست وزیر ایران شد. به دست گرفتن قدرت توسط مصدق به همان اندازه که برای مردم ایران لحظه تاریخی به حساب می آمد، برای انگلیسی ها لحظه‌ای مبهوت کننده بود. آنها که به تعویض نخست وزیران و تغییر آنها همچون مهره‌های شطرنج عادت کرده بودند، ناگهان با مردی روبرو شدند که به نظر می رسید از آنها نفرت دارد. رادیو تهران بعد از وزارت مصدق اعلام کرد تمام بدبختی‌ها، بی‌قانونی‌ها و فساد ایرانیان در 50 سال گذشته و
ناشی از مسئله نفت و یغماگری شرکت نفت بوده است. برای لحظات کوتاهی به نظر رسید که اصلی نخست وزیر انگلستان مایل به انجام مصالحه است. وی سوسیالیست و کسی بود که در تهیه برنامه ملی کردن صنایع اصلی انگلستان شرکت داشت. اصلی در نشست هیئت دولت پیشنهاد کرد که انگلستان میتواند با صدور بیانیه عمومی ملی شدن شرکت نفت را بپذیرد و بدین وسیله فرصتی برای حفظ حیثیت خیش به مصدق بدهد تا سپس تحت پوشش معامله پیچیده بتواند تمامی امتیازات خود را ابقا کند. هربرت موریسون قویاً به این پیشنهاد اعتراض کرد. او به اصلی هشدار داد که دادن هر گونه امتیاز به ایران سنت و رویه غیرقابل تحملی را به وجود می آورد و موجب ترغیب و تهییج ملی‌گرایان دیگر ملت خواهد شد. اصلی در تلگرافی به فرانک سفیر انگلستان در واشنگتن دستور داد تا به اچلسون بگوید نفت ایران از چنان اهمیتی برای اقتصاد انگلیس برخوردار است که آماده هستند با هر اتفاق محتملی که مانع تفره رفتن ایرانیان از زیر بار تعهدات و موجب نقض پیمان آنان گردد روبرو شوند. با وجود اینکه اچلسون معتقد بود مصدق نماینده تحولی عمیق با جوهره ملی‌گرایی است که نه تنها ایران بلکه تمام خاورمیانه را در کام خود کشیده است، او و دیگر سیاستمداران و دولتمردان هیئت دولت ترومن هرگز از تشویق و ترغیب همتایان انگلیسی خود مبنی بر اجتناب از سیاست مواجهه و پیشنهاد سازش قانونی با مصدق دست نکشیدند. ابرام آنها بر ارائه چنین پیشنهادی به رغم آگاهی آنها نسبت به این نکته ساده بود که معامله کردن با مردانی همچون مصدق کار ساده‌ای نیست. همان گونه که روزنامه نیویورک تایمز در تصویر شخصیت مصدق نوشت، امواج تمایلات ملی‌گرایی که شرکت نفتی انگلیس ایران را در هفته‌های اخیر در خود گرفته، اکنون به گونه‌ای غیرمنتظره یکی از رهبران عوام‌فریب و پاهیبت ایرانی، محمد مصدق سازخورده را به قله اقتدار برکشانده است. از دید اکثریت مردم، نخست‌وزیر جدید نماینگر عدالت تلافی‌جویانه است که مجلس را تحریک و پیروزی آنها را بر اژدهای شرکت نفت انگلیس ایران را رهبری کرد. اژدهایی که از نظر بسیاری سالیان دراز حد و نیست کشور را غارت کرد. یک دیپلمات خارجی که موافق به دیدار مصدق شد از وی خواست تا توضیح دهد چگونه مبادرت به سلب مالکیت از شرکت نفتی خواهد کرد. دکتر مصدق مدت نیم ساعت به تشریح ناروایی های امپریالیسم انگلیس در 100 سال اخیر پرداخت و وقتی سخنانش را به پایان برد دیپلمات مذکور بار دیگر سوال خود را تکرار کرد. این بار مصدق به تقویح امپریالیسم پرداخت و مصاحبه پایان پذیرفت. این پرسش که گام بعدی مصدق چه خواهد بود همچنان بی پاسخ ماند و هر کسی می توانست در مورد آن گمان زنی کند. پیام هایی که در اواسط سال 1951 میان لندن و واشنگتن رد و بدل می شد هیچ تأثیری در نزدیک ساختن اختلاف نظرهای دو متحد بر سر چگونگی برخورد با مصدق نداشت. آمریکا در روز 18 ماه می یک بیانیه رسمی و علنی اعلام کرد که حق حاکمیت ایران را به رسمیت می‌شناسد و با مردم ایران که خواهان افزایش درآمد حاصل از توسعه صنعت نفت خود هستند همدردی و هم فکری می‌کند. موریسون پس از خواندن بیانیه در عصر همان روز با ارسال تلگرامی به فرانک سفیر انگلستان در آمریکا از روش انسان بی‌تفاوت آمریکا نسبت به شرایطی چنین حیاتی و مهم برای همه ابراز آزردگی کرد. پس از آن در پیامی به اچلسون تلاش کرد تا موقعیت انگلستان را به شفاف‌ترین نحو توصیف کند. کنترل نفت عمده‌ترین سرمایه‌ای که ما در حوزه مواد خام در دست داریم از اهمیتی والا برخوردار است. بر اساس احساسات عمومی و پارلمانی در کشور، انگلستان در موقعیتی قرار ندارد که به راحتی حق کنترل بر چنین سرمایه با اهمیتی را واگذار نماید. آمریکاییان نسبت به این پیام واکنشی نشان ندادند. ولی در روز 31 ماه می ترومن با ارسال یادداشتی برای اصلی بار دیگر او را ملزم به مذاکره فوری با ایران کرد تا از شرایط انفجارآمیزی که هر دم ابعاد تازه‌ای می‌یافت جلوگیری کند. اصلی در پاسخ گفت که اجازه به ایران برای محقق ساختن ملی کردن صنعت نفت نگران کننده ترین بازتاب‌ها را در تمام جهان آزاد خواهد داشت. وی در قبال پافشاری و اصرار ترومن پذیرفت که انگلستان دستکم برای جلب و جذب محمد مصدق نمایش را به اجرا درآورد. بر اساس پیشنهاد اصلی شرکت نفت انگلیس ایران هیئت رسمی به ریاست باسل جکسون
قائم مقام رئیس شرکت را برای انجام مذاکرات به تهران فرستاد. مصدق درست در روز ورود هیئت به ایران با اعزام ژاندارم‌های ایرانی برای کنترل اداره شرکت در شهر غربی ایران کرمانشاه به آنها خوش آمد گفت. از آنجا که این مقدمات برای زمینه‌سازی کافی نبود، سفیر گریدی در مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال مواضع آمریکا را چنین تبیین کرد: با توجه به اینکه مسئله ملی کردن نفت عملی تحقق یافته است، خرد چنین حکم می‌کند که انگلستان موضعی مسالمت‌جویانه در پیش گیرد. حزب جبهه ملی مصدق تبلور معتدل‌ترین و باثبات‌ترین عناصر سیاسی در یک مجلس ملی است. ایرانیان بر سر میز مذاکره اعلام کردند در صورتی مشتاق و علاقمند به گفتگو هستند که نمایندگان لندن ملی شدن شرکت سابق را امری محقق و غیر قابل بازگشت تلقی نمایند. جکسون با پافشاری برای نکته که ایران بر اساس توافقنامه 1933 متعهد است و تا انقضای مدت زمان 60 ساله قرارداد نمیتواند آن را نادیده بگیرد، از پذیرش پیشنهاد ایران سر باز زد. او با ارائه یک ضد پیشنهاد اعلام کرد شرکت 10 میلیون پوند و علاوه بر آن تا زمانی که مذاکرات جریان دارد ماهانه نیز 3 میلیون پوند به ایران خواهد پرداخت. شرکت همچنین علاقمند به انتقال تمام دارایی‌ها به شرکت جدید است، مشروط بر اینکه بتواند با تأسیس یک شرکت تازه حق انحصاری استفاده از آن دارایی‌ها را داشته باشد. این پیشنهاد نه تنها چندان زیرکانه نبود تا عدم پذیرش واقعیت ملی شدن نفت ایران توسط انگلستان را کتمان کند، بلکه انعکاس موضع تغییر نیافته وزارت امور خارجه بود که فقط نسبت به تقسیم سود، اداره کردن یا شراکت انعطاف نشان می‌داد و مسئله کنترل شرکت را نمی‌توانست بپذیرد. بدون تردید مذاکره کنندگان ایران این پیشنهاد را رد کردند. در روز 20 ژوئن مصدق مهندس تحصیل کرده فرانسه به نام مهدی بازرگان را به عنوان مدیر شرکت ملی نفت ایران برگزید. بازرگان فوراً به آبادان، جایی که مدیران اداری انگلستان اداره پالایشگاه را به عهده داشتند، رفت و خود را رئیس جدید آنها معرفی کرد. اولین فرمان او تسلیم رسیدها توسط فرماندهان نفتکش‌های انگلیسی قبل از حرکت و همچنین تهیه فهرستی از میزان محمول‌های نفتی بود تا او قادر به تعیین مقدار نفت صادراتی باشد. انگلیسی‌ها این فرمان را غیر قابل تحمل یافتند. بر اساس ادعای سفیر آنها در سازمان ملل، نفت به وضوح دارایی قانونی شرکت نفت انگلیسی ایران بود. هنگامی که فرماندهان نفتکش‌ها از ارائه رسیدها خودداری کردند، بازرگان تهدید کرد که اریک دریک مدیر عامل شرکت نفت را به خاطر کارشکنی و خرابکاری بازداشت خواهد کرد. از آنجا که مجازات این جرم بر اساس لایحه تقدیمی به مجلس مرگ بود، شفرز سفیر انگلستان در ایران به او توصیه کرد تا ایران را ترک کند. اریک دریک با قبول این پند اداره شرکت را از بصره در آن سوی شط العرب به عهده گرفت و همچنان از تصمیم رسیدها خودداری نمود. با اصرار ایرانی‌ها، سر ویلیام فریزر از لندن فرمانی صادر کرد که بر مبنای آن فرماندهان نفتکش‌ها می‌بایست تمامی نفت‌ها را در انبارها تخلیه و آبادان را ترک کنند. بانک ایران تا آن زمان چهارمین صادرکننده نفت در دنیا بود و 90% نفت اروپا را تأمین می‌کرد، حتی یک نفتکش نداشت و قادر به صدور قطره‌ای نفت نبود. فریزر همچنان معتقد بود سرانجام خواهد توانست ایرانیان را نرم و با خواسته خود همراه نماید. او پیشبینی کرد آنها وقتی به پول نیاز پیدا کنند در حال خزیدن بر شکمهایشان به سوی ما خواهند آمد. از نظر فریزر و همکارانش و حتی مقامات رسمی